بسم الله الرحمن الرحیم. با آموزش جامعه شناسی خانواده در خدمت دوستان عزیز هستیم. من محمد ایرانی، دانشجوی دکترای فرهنگ و ارتباطات، دانش آموخته علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری و دانش آموخته علوم ارتباطات اجتماعی، امروز در خدمت شما هستم تا انشالله با همدیگه بتونیم بحث آموزش جامعه شناسی خانواده رو پی بگیریم. توی فصل یکم کلیات جامعه شناسی خانواده و سرگذشت و تاریخ ازدواج رو با همدیگه بحث خواهیم کرد. اون چیزی که اهمیت داره تأثیر ارتباطات بر خانواده های کنونیه. یعنی ما امروز خانواده هایی داریم که قراره با ارتباطات مختلفی که پیرامونشون وجود داره همزیستی مسالمت آمیز داشته باشن. خب چه اتفاقی میفته؟ اول اینکه ریزش دیواره ها در اطراف خانواده ها مشهوده. یعنی ما امروز خانواده هامون دیگه اون دیواره های سابق رو اطراف خودشون ندارن و نمیتونن ببینن. خب این یک اتفاقی رو اینجا رقم میزنه. وقتی دیوار اطراف خانواده نباشه، فرصت‌های نوین ایجاد میشه. ما با فرصت‌های نوینی که توی خانواده‌ها ایجاد شده، الان باید خانواده رو بشناسیم و تحلیلش بکنیم. وقتی فرصت‌های نوین ایجاد میشه، ما با یک مسئله روبرو میشیم که یک ذره برامون دشوار و نامانوسه. به چه معنا؟ یعنی خانواده‌های امروزی رو به راحتی خانواده‌های سابق نمیشه تحلیل کرد، نمیشه شناخت. یعنی ما با خانواده‌های مواجه هستیم که شناختشون و شناسوندنشون هم دشواره، هم یه ذره برای بعضی از افراد سخته توی جامعه. یعنی خانواده جدید رو خوب نمیتونن تحلیل بکنن. بعد از اون ما دشوار و نامانوسی رو که ازش بگذریم، اما با یک واقعیتی مواجه میشیم که توی زندگی شخصی و خانوادگیمون مشهوده. به چه معنا؟ به این معنا که ما امروز خانواده ها رو داریم میبینیم، داریم باهاشون زندگی میکنیم، داریم با سبک‌های جدید زندگی داریم کنار میایم. چقدر این رو میشنویم؟ چقدر این رو توی تاکسی، توی خیابون، توی جاهای مختلف باهاش روبرو میشیم، باهاش مواجه میشیم که میگن خانواده های امروزی دیگه مثل خانواده های سابق نیستن. یه تغییری اتفاق افتاده، یک مسئله ایجاد شده که الان دیگه خانواده ها اون ویژگی های خانواده های گذشته رو ندارن. این همون چیزیه که داریم میگیم، یعنی توی زندگی شخصی و خانوادگی و جمعی ما مشهوده. خانواده ها توی دهه های اخیر تحولات بنیادین پیدا کردن، تحولاتی که هم از نظر تعداد، هم از نظر روابط، هم از نظر کارکردهای خانواده، که حالا جلوتر همه اینها رو دربارشون صحبت میکنیم و بحث میکنیم، دچار تحول شدن و البته برای نسل‌های قبلی تصور ناپذیره. یعنی فکر نمیکردن که یک زمانی این اتفاق بیفته. یه زمانی تعریف میکردن که اگر در آینده خانواده های وجود داشته باشن که یک نفر باشن، یا خانواده های وجود داشته باشن که هیچ ارتباطی با هم دیگه نداشته باشن، ارتباط رسمی و قراردادی منظورمه، ارتباطی که ثبت شده باشه، ما چقدر این برامون معنوس بود، چقدر این رو درک میکردیم. ولی الان ما این خانواده ها رو داریم، دارن زندگی میکنن و البته دیگه نمیتونیم به گذشته برگردیم. این یک نکته اساسی در بحث‌های جامعه شناختیه. یعنی الان آرزوها و رؤیاهای بعضی از آدم‌ها اینه که به گذشته برگردن و خانواده‌ای که در گذشته وجود داشت رو احیا بکنن. اما این اتفاق نمی‌افته، چون دیگه ما از اون دوره گذشتیم و داریم به سمت جلو حرکت می‌کنیم. پس چه باید کرد؟ یک، شناخت فعالانه تحولات، یعنی تحولاتی که داره اتفاق میفته یا اتفاق افتاده، باید به صورت فعالانه باهاشون درگیر بشیم، بشناسیمشون، وارد مسائلشون بشیم، بخواهیم که اینها رو بفهمیم، متوجه بشیم و البته براش برنامه‌ریزی بکنیم. یعنی این خانواده دیگه مثل خانواده‌های گذشته نیست که بتونیم با
با همفکری جمعی، با کمک بقیه افرادی که کنارمون هستن، اقوام، خویشاوندها، بتونیم اون رو مدیریت بکنیم، منیجش بکنیم. خیلی سخت شده و البته رویارویی خلاقانه با نتیجه‌ای که عایدمون میشه. وقتی ما درباره خانواده تک هسته‌ای نوین به عنوان مثال صحبت میکنیم، باید چجوری باهاش مواجه بشیم؟ من فکر میکنم به اندازه تک تک آدم هایی که دارن این فایل رو میشنون و دارن این درس رو دنبال میکنن، راه های مواجهه برای مسائل خانوادگی وجود داره و همینجا میشه این رو فهمید که یک راه حل جهان شمول برای همه مسائل ما دیگه نداریم و به قولی ابر روایت ها امروز خیلی از بین رفتن و ما با خرده روایت ها روبرو هستیم. اما چرا باید جامعه شناسی خانواده رو مطالعه بکنیم؟ مثلا چه اهمیتی داره؟ خب این یک اصل ضروریه. ما داریم توی جامعه زندگی میکنیم، داریم با خانواده های مختلف مواجه میشیم و البته خودمون هم در یک خانواده هستیم. چجوری میشه یک همچین چیز مهمی رو ما مطالعه نکنیم یا بهش نپردازیم؟ اگر جایی که داریم توش زندگی میکنیم، محلی که داریم توش زندگی میکنیم، جایگاهی که توی خانوادهمون به عنوان فرزند، به عنوان همسر، به عنوان دایی، عمو، خاله، برادرزاده، هر چیزی توی خانواده ما این جایگاه رو پذیرفتیم یا به ما دادن، اگر نشناسیم خانواده رو چجوری میتونیم باهاش مواجه بشیم؟ خب این برای همه افراد جامعه هم یک اصل ضروریه. یک زمانی دوران سقراط وقتی که خواستن محاکمش بکنن، اولین چیزی که ازش پرسیدن چی بود؟ بهش گفتن تو داری جوانای ما رو گمراه میکنی، یعنی یک شناخت جدیدی داری از جامعه بهشون میدی. یک سوال اساسی از اون هیئت حاکمه و اعضایی که اونجا حضور داشتن سوال پرسید، گفت که شما اگر بخواید یک اسب رو پرورش بدید، این رو به کی میدید؟ گفتن حتما کسی که بتونه اسب رو پرورش بده و شناخت داشته باشه نسبت بهش. گفت پس چجوری اجازه میدید همه فرزند بیارن، همه تشکیل خانواده بدن و اصرار هم دارید که آموزشی ندید؟ خب این یک مسئله است که از صدها سال قبل ذهن بشر رو درگیر خودش کرده بود و اساسا جامعه شناسی خانواده تلاش میکنه که تا حدی بتونه پاسخ این سوال‌ها، نه پاسخ‌های قطعی، بلکه راه حل‌هایی برای این سوال‌ها مخاطبش بده. چیکار باید بکنیم؟ با چالش‌ها و فرصت‌ها باید مأنوس بشیم و اونها رو نه به عنوان یک تهدید، بلکه به عنوان یک مسئله باش مواجه بشیم و بشناسیمش. اما فهم جامعه شناسی خانواده و تکثر اون یکی از مسائل اساسیه که ما باید توی این درس باهاش روبرو بشیم و یاد بگیریم که همزیستی مسالمت‌آمیز با خانواده‌هایی که خیلی به ما شبیه نیستن، ما چجوری میتونیم با خانواده‌هایی که تک والدی هستن روبرو بشیم؟ چی کار باید بکنیم برای شناختشون؟ برای خویشاوندهای مختلف، برای روابط مختلف توی خانواده، ما باید این همزیستی مسالمت‌آمیز رو یاد بگیریم و راه حلش هم شناختمونه. آدم‌ها از چیزایی که بشناسن نمی‌ترسن یا کمتر می‌ترسن. اما یادگیری این دوره آموزشی به ما چه کمکی می‌کنه؟ ببینید، اول اینکه رفرنس‌هایی که توی این دوره آموزشی استخراج شده و ما بر اساس اون پیش می‌ریم، همه رفرنس های تایید شده و دانشگاهیه، یعنی بر اساس مجموعه تحقیقاتی که صورت گرفته و کتاب های مورد تایید و البته بر اساس سرفصل های مدون دانشگاهی ما داریم پیش میریم. عرض کردم پژوهش های علمی استاندارد هم یکی از همین مواردیه که ما توی دوره حاضر بهش میپردازیم و همه این موارد قرار ما رو به چی برسونه؟ شناخت انواع ازدواج در نهایت. یعنی ما ته این دوره میخواییم به چی برسیم؟ انواع ازدواج رو بشناسیم، خانواده های مختلف رو شناسایی کرده باشیم. بشناسیم. ببینید، ما قرار نیست تغییر ایجاد بکنیم توی جامعه شناسی،
قرار بشناسیم و البته اگر قرار تغییری هم ایجاد بشه بعد از شناختشه. تجربه های زندگی هایی رو قرار داشته باشیم توی این سرفصل آموزشی که گاهی اوقات ممکنه خودمون هیچ وقت تجربهش نکرده باشیم، اما اطرافیانمون ممکنه این سبک زندگی ها رو داشته باشن، پس باید بشناسیم که بتونیم راحت تر با اونها تعامل بکنیم. هدف اصلی جامعه شناسی خانواده سه چیزه. ما سه چیز رو توی جامعه شناسی خانواده دنبال میکنیم: شناخت ازدواج و طلاق. چی میشه که ازدواج صورت میگیره؟ بر اساس چه اصولی؟ چه جوری؟ انواع مختلفش چی هست؟ و چرا به طلاق میانجامه؟ چه اتفاقاتی میفته که یک ازدواج که در ابتدای امر یک ازدواج موفق بوده نهایتاً به جدایی میرسه؟ ما این رو یکی از موارد اصلی جامعه شناسی خانواده و از اهدافیه که داریم دنبال میکنیم. دوم، شناخت خویشاوندی. انواع خویشاوندهای مختلف، چگونگی شکلگیری خویشاوندهای مختلف که بحث بسیار مفصل و البته شیرینیه که بهش میپردازیم. و سوم، خود مفهوم خانواده. ما امروز به کی میگیم خانواده؟ به چی میگیم خانواده؟ به چه سلولی توی جامعه میتونیم خانواده قلم دادش بکنیم؟ و اینها اهداف اصلی جامعه شناسی خانواده است. اما بخش‌های مربوط به ازدواج و طلاق رو اگر بخوایم مورد بحث قرار بدیم که در ادامه بهش میرسیم، اول سرگذشت و تاریخ ازدواج رو با هم دیگه بحث خواهیم کرد که اصلا از کجا شروع شد، چه جوری بود، چه اتفاقی افتاد تا به امروز رسید. دوم، انتخاب همسر بر اساس شباهت. بسیار بحث با اهمیتی. یعنی ما وقتی میگیم همسر خودمون رو چه جوری انتخاب میکنیم، چند تا اصول اصلی داره، چند تا مسئله اصلی رو شاید هم بشه گفت به نوعی جهان شموله. البته مصادیقش متفاوته، اما سبک‌های انتخابش تقریبا به هم دیگه نزدیکه. بعد از اون انواع شیوه های ازدواج. یعنی ما درباره انواع شیوه های ازدواج با هم دیگه صحبت میکنیم، توی جوامع مختلف، توی کشورهای مختلف، حتی توی کشور خودمون به چه شکل اتفاق میفته. بعد از اون گزینش همسر مؤثر بر طلاق و البته بر ازدواج. همسری که بعد از ازدواج با هم دیگه زندگی میکنیم، این چه اتفاقی میفته که به طلاق میانجامه؟ بعد از اون هم ازدواج و طلاق در جهان کنونی رو مورد بحث قرار میدیم و البته ازدواج و طلاق در ایران امروز. ما در بخش های مربوط به خانواده چند تا نکته اساسی رو قرار پیگیری بکنیم. اول اینکه نظریه های خانواده رو بشناسیم، یعنی بدونیم حول خانواده چه نظریات مختلفی ارائه شده، چه نظریاتی داره راجع به خانواده بحث میکنه و چه نظریاتی به خانواده میپردازه و اون رو تحلیل میکنه. بعد از اون عوامل مؤثر بر حیات خانواده رو مورد بحث قرار خواهیم داد، یعنی چه عواملی باعث میشن که یک خانواده ادامه دار بشه، چه چیزهایی باعث میشه که یک گروه اجتماعی که حالا ما اون رو خانواده اسم میذاریم در کنار همدیگه بتونن زندگی بکنن. بعد از اون کارکرد خانواده رو دربارش حرف میزنیم، یعنی خانواده اساسا چه کارکردی داره، چه کارکردی داشته، چه چیزهایی بر خانواده بار شده، یعنی از وظایف خانواده شمرده میشه، و چه کارهایی از خانواده گرفته شده، یعنی دیگه خانواده لازم نیست اون کارها رو انجام بده. بعد از اون درباره فروپاشی خانواده صحبت میکنیم، اینکه ما الان در حال حاضر چگونه یک خانواده رو از هم گسیخته اسم میذاریم، آیا فقط فاصله جغرافیایی اهمیت داره یا نه نکات دیگه‌ای هم هست که باعث میشه یک خانواده از همدیگه
بپاشه و از بین بره و ما به این نتیجه برسیم که خانواده فرو پاشیده و در نهایت خانواده در آینده رو مورد بحث قرار میده. یعنی در آینده ما چه خانواده هایی خواهیم داشت. بخش سوم در رابطه با خویشاوندی قرار صحبت بکنیم. یعنی خویشاوندی رو مورد بحث قرار بده. خویشاوندی نسبی. ما وقتی در رابطه با خویشاوندی نسبی صحبت میکنیم منظورمون چه دست خویشاوندی هاییه و خویشاوندی های توتمی. خویشاوندی های توتمی چجوری شکل میگیرن؟ چجوری به وجود میان؟ اصلا خود واژه توتم به چه معناست؟ بعد از اون خویشاوندی رضایی رو مورد بحث قرار میدیم و همچنین خویشاوندی تعمیدی که البته توی بخش هایی از دنیا و بخش هایی از فرهنگ ها ممکنه هر کدوم از اینها یافت بشن اما وجود دارن و در نهایت هم فرزندخواندگی به عنوان یکی از مسائلی که ما توی خویشاوندی باهاش روبرو میشیم. یعنی ما توی این سه بخش یک سری مباحث رو مورد بحث قرار میدیم که امیدوارم در نهایت به اون اهدافی که ابتدای بحث گفتیم برسیم. اما سرگذشت و تاریخ ازدواج. اگر ما ازدواج رو به عنوان یک کتاب، به عنوان یک قصه ببینیمش، هر کتابی، هر نویسنده‌ای و هر داستانی قبل از این که نوشته بشه و قبل از این که به وجود بیاد یک سرگذشتی داشته تا به این نقطه کنونی رسیده. یعنی اگر ما بیایم ازدواج رو در حال حاضر در امروز بخوایم بررسی بکنیم، اگر سرگذشت و تاریخش رو ندونیم یا نشناسیم یک مطالعه بلا استفاده است. ما توی رساله ها، توی تحقیق ها، توی پروژه های علمی معمولا تأکید داریم که پیشینه پژوهش باید استخراج بشه. این به چه دردی میخوره که ما بدونیم پیش از ما، پیش از این پژوهش چه کارهایی انجام شده، چه کارهای علمی نوشته شده، چه پروژه هایی پیگیری شده و امروز که ما میخواییم انجام بدیم کارمون رو شروع بکنیم از اون پروژه ها و از اون سوابق هم استفاده بکنیم. پس سرگذشت و تاریخ ازدواج اهمیت خیلی بالایی داره. بریم سراغ تعریف ازدواج. هر کسی و هر جامعه و هر جامعه شناسی بسته به مواردی که مطالعه کرده، بسته به سبک علمی و نظریه‌ای که به عنوان پشتوانه خودش قرار داده، تعریفی از ازدواج داره. مثلا یکی از تعریف‌هایی که توی بحث ازدواج مطرح میشه، گفته میشه که ازدواج یکی از شکل‌های ساخت اجتماعیه که البته با تحولات اجتماعی تغییر پیدا میکنه. به چه معنا؟ یعنی یکی از ارگانیسم های زنده یک جامعه، یکی از سلول های زنده یک جامعه خانواده است که وقتی بدن کلی، بدن اون فرد، حالا به عنوان جامعه در نظرش بگیریم، اگر بدن انسانی رو به عنوان یک جامعه در نظر بگیریم، وقتی بدن دچار تغییر میشه لزوماً سلول هایی که در اون بدن هم هستند دچار تغییر میشن. اگر یک نفر پیر بشه سلول های بدنش هم پیر میشن و اگر جوان باشه خب سلول های جوانی هم دارن و البته تأثیر و تأثیر از هم دیگه میگیرن. یکی دیگه از تعریف ها میگه یک نهاد اجتماعی مستقل و البته متغیره. یعنی خانواده رو به عنوان یک نهاد میشناسه. اگر بخوایم یه نهاد دیگه ای اسم ببریم به چه نهادهایی اشاره میکنیم؟ مثل نهاد اقتصاد، نهاد سیاست، نهاد آموزش و حالا مثلا آموزش و پرورش. ببینید اینها نهادهای اجتماعی هست. یعنی خانواده رو به عنوان یکی از نهادهای اجتماعی همشأن و همرتبه مثلا سیاست و اقتصاد و مسائل دیگه‌ای قرار داده و البته باز هم عنصر تغییرپذیری توی این تعریف وجود داره.
اما یکی دیگه از تعریف ها میگه نه اساسا نه نهاد نه یک ساخت اجتماعی، حتی اگر بپذیریم نهاد و ساخت اجتماعی هم باشد، میگه یک قرارداد اجتماعیه. همون جور که شما میرید الان یک قرارداد مینویسید، یک خونه رو مثلا رهن میکنید، میخرید، میفروشید، یک ماشین، میگه این هم یک قرارداده که البته در بستر اجتماعی رخ میده، یعنی از غریزه اون رو خارج میکنه، تبدیلش میکنه به قرارداد که منشوری داره، 1، 2، 3، 4 مشخص میکنه که شما چه حقوقی چه وظایفی نسبت به همدیگه دارید. پس میگه این قرارداد اجتماعی توی این تعریف که برای چی نوشته میشه؟ برای تنظیم امور جنسی و البته خانوادگی انسان. میگه یک چیزی رو ما اومدیم مشخص کردیم به اسم ازدواج، یک قراردادی رو که برای تنظیم، مثلا همونجوری که میگیم ما این قرارداد رو مینویسیم که صاحب این خونه بشیم، ما این قرارداد رو مینویسیم که امور جنسیمون رو تنظیم بکنیم، امور خانوادگیمون رو تنظیم بکنیم. و توی تعریف چهارم میگه نه خیر، اساسا یک رسم اجتماعیه، یک رسمیه که باقی مونده، یک مسئله فرهنگیه، میتونه تغییر هم بکنه، میتونه تبدل هم بپذیره، تبدیل بشه به یک چیز دیگه، یک رسمه، نه قرارداده، نه نهاده، یکی از رسوم انسانی. اما ما بیایم سر تعریف پذیرفته شده توی کشور ما، توی ایران. چه تعریفی پذیرفته شده؟ چه تعریفی رو اساساً قبول دارن؟ یعنی وقتی ما داریم راجع به یک تعریف پذیرفته شده توی کشور خودمون حرف میزنیم، اول از همه تعریفی که از ازدواج داریم میگه دو جنس مخالف. یعنی چی؟ یعنی یک زن و یک مرد. پس اساساً ازدواج دو جنس موافق رو نمیپذیره، یک مرد و یک مرد، یک زن و یک زن، این رو به هیچ وجه نمیپذیره. پس تعریف، ابتدای تعریف ما داریم مشخص میکنیم، یعنی مانعیتش رو داره مشخص میکنه، دو جنس مخالف. بعد از اون دارای روابط جنسی. یعنی چی؟ یعنی اگر دو جنس مخالف کنار همدیگه زندگی کردن، اما به هر دلیلی، به هر دلیلی، ممکنه این دلیل بیماری باشه، ممکنه خودخواسته باشه، ممکنه دیگران گفته باشن، ممکنه اجازه نداده باشه، هر چیزی، به هر دلیلی، اگر روابط جنسی نداشته باشه، یعنی این ازدواج نیست. به همین دلیله که توی قوانین مدونی هم که وجود داره میگه اگر یکی از طرفین نتونست ارتباط جنسی برقرار بکنه، خود به خود ازدواج باطل و طلاق هم حالا بدون اون تشریفات مرسوم انجام میشه. بعد از اون یک قرارداد اجتماعی هم هست. یعنی چی؟ یعنی باید ثبت بشه. یعنی اگر دو نفر اومدن گفتن ما با هم دیگه ازدواج کردیم، اما کس جایی ثبت نشده بود، حالا این ثبت مرسومش اینه که توی محضر و توی دفترخونه های مختلف ثبت بشه، ثبت غیر مرسوم ترش اینه که حداقل مثلا یک جمعی از اعضای اون خانواده مطلع باشن، که مثلا توی کشور ما اسمش رو نامزدی میذارن، ولی حتما باید در بستر اجتماعی باشد، یعنی تایید اجتماعی اگر همراهش نباشه ازدواج نیست، یا حداقل تعریف پذیرفته شده ای نیست و مشروع باشه. یعنی اون مصادیق غیر مشروع بودن رو نداشته باشه. خب دو جنس مخالف هستن، روابط جنسی هم دارن، جایی هم این رو ثبت کردن، ولی مثلا خانومی که ازدواج کرده قبلا، یعنی همزمان یک شوهر دیگه هم داره و الان رفته مثلا به صورت دیگه اومده عقد کرده، اون غیر مشروعه، این پذیرفته نیست و اون ازدواج نیست از دید تعریفی که وجود داره. پس 4 تا چیز رو فراموش نکنید.
توی این تعریف پذیرفته شده، دو جنس مخالف، دو روابط جنسی، سه قرارداد اجتماعی و چهار مشروع بودن. اما آیا ازدواج یک پیوند همیشگیه؟ خب اینم یک بحث خیلی مهمیه. توی مسیحی‌های کاتولیک عدم وجود حق طلاق رسمیت داره. یعنی مسیحی‌های کاتولیک وقتی ازدواج کردن دیگه نمیتونن طلاق بگیرن. به هیچ وجه نمیتونن طلاق بگیرن. چیزی به اسم طلاق وجود نداره. همین چیزی که میگن اگر یه نفر با لباس سفید وارد خونه شما شد، با لباس ازدواج وارد خونه شد، حالا در اصطلاح میگن با کفن باید خارج بشه. اتفاقا همین مسئله‌ای که وجود داره در بسیاری از جوامعی که معتقد به این هستند آمار قتل زناشویی رو بالا برده، چون نمیتونه طلاق بگیره. بالاخره اگر طرف رو دوست نداشته باشه یا به هر دلیلی نتونه باهاش زندگی بکنه، یک جوری باید از دستش خلاص بشه و همین باعث میشه که آمار خودکشی، آمار قتل، آمارهای دیگه افزایش پیدا بکنه، یا حتی ترک منزل که حالا ما جلوتر بهش میپردازیم. چقدر مردان زندگی رو رها میکنن و میرن، زندگی پیدا نمیشه. توی بعضی از جوامع فرزندآوری شرط اصلی ازدواجه. یعنی میگن اگر شما ازدواج کردید و بچه نیاوردید، این اساسا دیگه ازدواج نیست. تو اون تعریفی که گفتیم، توی اون تعریف میگیم مثلا باید ازدواج روابط جنسی داشته باشه، اگر نداشته باشه خب ازدواج نیست. اینجا میگه اگر فرزند نداشته باشید ازدواج نیست. پس همینجوری میشه از همدیگه جدا شد اگر یکی از طرفین نتونست بچه بیاره. و سوم، طلاق ارتجالی یا بدیهی. یعنی چی؟ یعنی میگه اگر شما یکی از اون شروط رو نداشته باشید، بدون این که اصلا لازم باشه شما طلاق بگیرید، این دیگه اصلا جدایی هست، اون خانم میشه. چجوری این اتفاق میفته؟ به قولی چیستان یک معمای این شکلی مطرح میکردن. این در صورتیه که این مرد گم شده بوده و بدون این که حالا پیدا نبوده، بالاخره توی مسافرت گم شده، اصلا نبوده و اینها، و مدتها گذشته، این خانم به صورت غیابی رفته ازدواج کرده، گفته خب همسرم نیست، ازدواج کرده و حالا اون شخص مفقود که حالا فکر میکردن مرده، یعنی فکر میکردن حالا اتفاقی واسش افتاده، وارد میشه، این بر میگرده به حالت قبلی و همسر این آقا میشه. دو نفر دارن با هم دیگه زندگی میکنن، دو جنس مخالف، یکی از طرفین به هر دلیلی تغییر جنسیت میده، این طلاق اتفاق میفته. این نیست که بگیم باید حتما مثلا این طلاق انجام بشه یا برن حالا مثلا صیغه طلاق بخونن. پس طلاق ارتجالی به این معناست. میریم سراغ بحث اهمیت آمار ازدواج. ببینید آمار ازدواج یکی از اصلی ترین مسائلیه که هر کارشناس اجتماعی و هر کارشناس مسائل انسانی و البته مسائل سیاسی و حاکمیتی باید از این اطلاع داشته باشه. ما برگردیم به بحث‌های تاریخی ترش که برای اینکه این اهمیت آمار ازدواج رو بتونیم کامل برامون جا بیفته و بتونیم بفهمیم، باید یه ذره برگردیم عقب‌تر. ببینید در حقوق فقهی قرن 12 میلادی در نگاه مسیحی‌ها، یکی از چیزهایی که اصل می‌دونستن در بحث ازدواج توافق متقابل زن و شوهر بوده. به چه معنا؟ به این معنا که میگفتن اگر یک مرد و یک زن با همدیگه به توافق رسیدن که میتونن با همدیگه زندگی بکنن و میتونن با همدیگه ازدواج بکنن، اونها بدون هیچ شرایط دیگه‌ای میتونستن با همدیگه اون عقد رو بخونن و کنار همدیگه زندگی بکنن. ماجرای معروفی رو که میتونیم اینجا مثال بزنیم بس رومئو و جولیته.
دو تا دل باخته که خانواده هاشون با هم دیگه مخالف بودن، دعوا داشتن، جنگ های پی در پی توی سال های مختلف، اما این دو نفر به خاطر علاقه شدیدی که به هم دیگه داشتن به صورت پنهانی و در حضور یک کشیش با هم دیگه ازدواج کردن و البته انتهای قصه هر دو هم میمیرن، یعنی به خاطر این دل باختگی این برای اون خودش رو میکشه و دیگری هم برای اون یکی و نهایتا هر دو از بین میرن. اما نکته ای که میخوام اینجا عرض بکنم اینه که این نگاه، یعنی توافق متقابل زن و شوهر، توی ماجرای رومئو و جولیت وجود داره که وقتی دو نفر توی اون نگاه، توی اون حقوق فقهی که عرض کردم هم دیگه علاقمند شدن، با هم دیگه ازدواج کردن و بعد همون داستانهای حماسی که در ادامه فیلم ایجاد شد. اما نکته مهمم تأکید روی این مسئله است که اگر اونها زمانی به هم دیگه علاقمند می شدن بدون هیچ مسئله‌ای میتونستن با هم دیگه ازدواج بکنن. اما یک اتفاقی افتاد، این ازدواج هایی که در گوشه و کنار انجام می شد چه شرایطی داشتن و به چه شکلی ایجاد می شدن، یک مسئله‌ای رو ایجاد کرد که خب اینها جای ثبت نمی شد و تعداد ازدواج ها نامشخص بود، اینکه چند نفر در سال، در ماه و در روز ازدواج میکنن، در چه مناطق ازدواج بیشتر هست و در چه مناطق کمتر، هیچ کدوم از اینها مشخص نبود. شاه و کلیسا، شاه فرانسه به اسم هانری سوم که توی فرانسه حکومت میکرد و البته با همراهی کلیسا به این جمع‌بندی رسیدن که ازدواج ها باید ثبت بشه، در دفاتر مخصوص باید ثبت بشه و بعد از قرن 16 میلادی منشوری از طرف هانری سوم و البته تایید کلیسا منتشر شد به اسم منشور بلوا. این منشور چی رو میخواست بگه؟ یک نکته اساسی رو میخواست بگه. میخواست بگه ما میخواییم بحث ازدواج رو در یک چارچوب خاص برنامه ریزی بکنیم، بدونیم چه اتفاقی داره میفته، بتونیم برای آیندهش برنامه ریزی بکنیم و البته از بلوایی که الان وجود داره و هر کسی هر جایی هر جوری که میخواد ازدواج میکنه بدون اینکه ثبت بشه، بدون اینکه کسی اطلاع داشته باشه، بدون اینکه بدونیم چه کسی با چه کسی ازدواج کرده، اومدن این منشور رو منتشر کردن و این رو الزامی کردن، ثبت ازدواج ها رو الزامی کردن. چرا این کار رو کردن؟ یعنی چه نیازی وجود داشت که شاه و کلیسا با همکاری همدیگه اومدن نشستن، همفکری کردن و نهایتاً اومدن این منشور رو منتشر کردن؟ چه نیازی وجود داشت؟ مهمترین نیازی که برای این مسئله به چشم می‌خورد و هنوز هم این نیاز وجود داره، پیش‌بینی پذیری برای آینده است. یعنی اومدن گفتن ما اگر ببینیم تعداد ازدواج ها چجوریه، چه مقداره، کی انجام میشه، به چه شکل انجام شده، ما اگر اینها رو بدونیم برای آینده میتونیم پیشبینی بکنیم. برای مثال بعد از اینکه اومدن اینها رو بررسی کردن، فهمیدن که توی مثلا ماهای خودمون میشه تقریبا شهریور و مهر ماه، اومدن گفتن خب توی این ماهها ازدواج های بیشتری داره صورت میگیره. دلیلش چیه؟ دلیلش برداشت محصوله. یعنی بعد از اینکه محصولشون رو برداشت میکردن، چون پول داشتن، چون یه امکانی براشون ایجاد میشد، ازدواج ها و جشن های ازدواج رو هم توی همون موقع از سال برگزار میکردن و البته خب طبیعتا آب و هوای مناسب تری هم برای ازدواج وجود داشته. این رو میخوام عرض بکنم که ایجاد قابلیت پیشبینی میزان ازدواج ها یک نکته بسیار مهمه و توی رویدادهای مختلف هم قابل اندازه گیریه. یعنی شما هم میتونید معلول رو ببینید، هم میتونید علت رو بسنجید. اگر در یک جامعه تعداد ازدواج ها کاهش پیدا کرد، بر اساس بررسی های پیشینی که انجام شده شما میتونید حدس بزنید که این جامعه دچار خلل شده. اگر به صورت محسوس کاهش پیدا کرد، دچار خلل شده، یعنی اونجا یا ناامنیه، یا جنگ، یا فقر، یا آشوب، یا شورشه، یا بالاخره یک مسئله اونجا ایجاد شده که تعداد ازدواج ها کاهش پیدا کرده. چون اومدن بررسی کردن، دیدن در بعضی از جنگ ها حتی تعداد ازدواج ها به صفر میل پیدا کرده. یعنی ما در بعضی از جنگ ها
دیگه اساساً ازدواج، ببینید ازدواج به معنای تشکیل یک واحد اجتماعی جدید که توضیح دادیم که این واحد رو ما چجوری تعریف میکنیم و توضیح میکنیم و چجوری توضیح میدیم، اینها رو بررسی کردیم و برای این اساس حالا ممکنه مثلا ارتباطات جنسی وجود داشته باشه یا هر شکل دیگه ای از ارتباط، اما ازدواج ها در جنگ ها به صفر میل پیدا میکنه، مگر اینکه در یک حالت این اتفاق نمیافته، جامعه دچار از همگسیختگی شده باشه، از همگسیختگی عاطفی و معنایی، یعنی دیگه جنگ و ناامنی و آشوب رو تشخیص نده، که البته این دیگه یک حدی از مسئله رو ایجاد میکنه که حالا جامعه شناسا اون رو آنمی مینامند و مسائل از این دست که حالا ما نمیخوایم خیلی به اون ورود بکنیم چون بحث ما هم الان اون نیست. اما اهمیت استخراج سن ازدواج همون جوری که اشاره کردیم مهمترین وجهش برنامه‌ریزی های حاکمیتیه، یعنی ما وقتی بدونیم سن ازدواج چقدره، مثلا چقدر تجرد داریم، دلایل اون چیه، حاکمیت راحت تر میتونه برنامه ریزی بکنه، راحت تر میتونه برای سال آیندهش بگه ما چه تعداد مسکن میخوایم، چه تعداد خونه میخوایم، چقدر شغل میخوایم، برای چند نفر احتمالاً در 10 سال آینده مدرسه میخوایم، چقدر مدارسمون رو باید کاهش بدیم، چقدر باید شیفت ها رو افزایش بدیم و و و مسائل از این دست رو میشه برنامه ریزی راحت تری داشت. پس سن ازدواج و تجرد بسیار اهمیت داره و همه هم باید این رو در مقادیر مختلفش، در استان، در شهر، در روستا، در کشور، در منطقه، اینها رو بدونن، بسنجن و براش طبیعتاً برنامه ریزی بکنن. یک زمانی تجرد، حالا من این رو اینجا عرض میکنم، جلوتر هم بهش میدن، یک زمانی تجرد یک انگ اجتماعی بود که به افراد میزدن و کسی هم دوست نداشت مجرد بمونه. چرا؟ چون مجرد تبدیل به سربار میشد، باید میرفت توی زمین های برادرش کار میکرد، باید توی خونه برادرش یا خواهرش یا پدرش یا هر کسی باید زندگی میکرد و به عنوان یک توفیلی باید اونجا زندگیش رو میگذروند. از این جهت سعی میکردن که خیلی زود ازدواج بکنن و واحد اجتماعی تشکیل بدن. اما یکی از چیزهایی که تغییر کرده همین بحث تجرده که این خودش به افزایش سن ازدواج هم انجام میده. اما بریم سراغ ضریب ازدواج. ضریب ازدواج یکی از مسائل و یکی از مهمترین چیزهاییه که ما توی بحث ازدواج باید بهش بپردازیم. ضریب ازدواج میزان ازدواج در کل یک جامعه رو محاسبه میکنه، یعنی ما با ضریب ازدواج میفهمیم که میزان ازدواج در کل یک جامعه به چه مقداره و بعد از این که ما میایم تمامی ازدواج ها، یعنی تعداد ازدواج ها رو استخراج میکنیم، اون رو در یک یا چند گروه سنی محاسبه میکنیم و از این طریق ضریب ازدواج استخراج میشه. یعنی شما میگید ما در سال مثلا 1399 در سال 1400 2000 ازدواج داشتیم، 100000 ازدواج داشتیم، هر عددی که ثبت شده، بعد از اینکه این رو به دست آوردید اون رو توی گروه‌های سنی مختلف استخراج می‌کنید و بر اون اساس از تعداد کل کسایی که توی اون گروه سنی هستند میشه فهمید که ضریب ازدواج توی سنین مختلف چقدره و به راحتی میشه باهاش برنامه ریزی کرد که سن ازدواج داره افزایش پیدا میکنه نسبت به سالهای قبلش یا نه داره کاهش پیدا میکنه. اما اینجا من یک نکته مهمی رو باید بگم. برای مثال از سال 1775 تا 1900 نرخ متوسط ازدواج، ببینید متوسط ازدواج نه در یک گروه سنی خاص، 16 در 1000 بوده به صورت تقریبی. از 1932 تا 1990 در سطح اروپا از 16 در 1000 به 14 در 1000 کاهش پیدا کرده. یعنی چی؟ یعنی ازدواج ها کمتر شده. دقیقا توی همون بحران های اقتصادی، جنگ های جهانی
و مسائلی که توی اون سالها به وجود اومد.